سریال بویز با پخش چهار قسمت ابتدایی خودش تونست برسه به وسط راهی که این فصل داره و فقط چهار تا قسمت دیگه مونده تا فصل چهارم تموم بشه ولی مطمئنا کلی سوال بی جواب تو ذهنتون وجود داره که باید تو اون چهار تا قسمت مونده بیان در موردش همون صحبت بکنن چند تا شات هم توی تریلر رو دیده بودیم که هنوز اتفاق نیفتاده و قراری که جلوتر پیش بیاد که تو این ویدیو میریم هم در مورد اون ساله که توی زنتونه و هم دیگه صحبت میکنیم هم یه نگاهی به اون شات هم این که داره بهمون چی نشون میده و یه پیشبینی برای اتفاقات آینده داشته باشیم پس ممکنه که اسپویل پیش بیاد هرچند که در حد تئوری و حدس و گمانه ولی خب بازم اختار اسپویل رو بهتون میدم The whole world is about to burn. درود به میگه من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی. ازات ممنونم. بریم با اولین نکته صحبت بکنیم در مورد یه شخصیتی که میدونیم الهام گرفته شده از روی کاراکتر اسپایدرمن و خب توی دنیای بویز بهش و ویب ویبر میگن این شخصیت رو تا الان ندیدیم ولی حرف ازش شده غیر مستقیم هم بهش اشاره کرده بودن توی شات های تریلری که حالا اتفاق هنوز توی سریال نیفتاده یه کاراکتر جدیدی رو داره بهمون نشون میده کنار کمیکو یه شخصیت اینجا وایستاده که ممکنه که اون وب ویبر باشه حالا اینجا یه نکته هم در موردش وجود داره یه کاستومی هم پشتشه خیلی شبیه به لباس اسپایدرمنه ولی فکر نمیکنم بیان همچین کپی داغونیو و بزنن به خاطر اینکه مشخصه خب سونی هم اجازه نمیده کسی همچین چیزی رو بیادش و استفاده بکنه توی بازی که رایان داشت انجام میداد کنار تکنات یه شخصیت دیگه ای بود اگه نگاه بکنید بهش به نظر میرسید که اون کاستوم باشه که برای وب در نظر گرفتن و احتمال خیلی زیاد قراره که جلوتر اونو توی سریال ببینیم قبلا غیر مستقیم بهش اشاره شده بود تو اون خبرایی که داشتن پخش میکردن یه زیرنویسی وجود داشت و توی اون زیرنویس نوشته بود که وب ویبر مرکز بهداشت جهانی مالیور مرخص شده حالا این داره نشون میده که یا یه مشکل حادی داشته اینکه در و داغون شده بوده اونجا بوده یا اینکه اعتیاد به مواد مخدر داشته یا هر اتفاق دیگه که ممکنه برای این شخصیت ها پیش بیاد چون میدونیم کاراکترهای سلبریتی که ما داریم توی دنیای بویز مینیم همشون یه مشکلی دارن ظاهرشون خیلی ظاهر خوب و مهربون و دوست داشتنی و سوپر هیروه ولی خب در اصل داریم میبینیم که آدم آدمهای جالبی هم نیستن توی اتفاقات بدی که حالا داخل تریلر وجود داره جایی بود که نشون میده گروه 7 از کنترل خارج شدن و دارن یه سری کارهایی انجام میدن که هوملندر بهشون گفته خوشونتی بیشتری یا نشون میدن به نظر میرسه هوملندر بعد از کاری که اومد انجام داد وقتی با ترسش روبرو شد شاید دیگه به حرفای سیج میسانه زیاد نخود اهمیت بده و سعی میکنه توی مسیر خودش حرکت بکنه یه شاتی هم داریم که اینجا نمیتونم بهتون نشون بدم به خاطر اینکه خون و خون ریزی خیلی زیادی داره ولی به نظر میرسه یه آدمی که سرشناس هم هست و یه جای خیلی لوکس هم داره زندگی میکنه که علش و اینا سرسرات ترکیده به نظر میرسه که این کارو شاید ویکتوریا اومده انجام داده تمام هایی که دارن میکنن برای رسیدن به کاخ سفید ممکنه که توی مسیر اتفاقات به این سمت حرکت بکنه که هملنده رو ویکتوریا تلاش بکنن تا یه رقابتی هم با هم دیگه داشته باشن شات بعدی که توی تریلر را داره دیده میشه جایی که به ما پدر هیویی و وسط سالن بیمارستان نشون میدن که در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودیم این نکته وجود داره که ممکنه که اون تبدیل به یه زامبی بشه به خاطر اینکه اومدن اون ویرو به ایستادن به خاطر اینکه مرگ مغزی شده و این میتونه یه چالش خیلی بزرگی رو برای هیویی به وجود بیاره اینکه پدرش تبدیل به یه سوپ میشه تبدیل میشه به موجودی که ازش متنفر بود و اینجا میتونه بیادش رو اتفاقات جالبی بهمون نشون بده یه نکته و سوال بزرگی که از این اتفاقات مطمئنا تو ذهن همتون داره میچرخه اینه که کی ویرو به پدر هیویی زده ما دیدیم که وقتی که هیوی اومد اونجا وی تو دستش بود و کتش هم آویزون کردش و گذاشته مادرش شما یه نگاه عجیبی داشت یعنی به نظر میدونست که وی اونجا هستش ولی باید بیایم به یه نکته دیگه هم دقت بکنیم مادر هیویی از اون اتفاقاتی که تا الان داشت متوجه شدیم که اونم توی شرکت وات کار میکرده و اینجا داره به اون یه نکته ای نشون میده ممکنه که, که اون با خودش ویو برده باشه و دنبال تصدیق کردن به پدر هیوی باشه ممکنه که اون با نقشه و برنامه حتی جلو اومده باشه تا بتونه نفوذ بکنه داخل گروه بویزی که داریم میبینیم چون خیلی وقت بود که سرکلش هم پیدا و یه دفعه داریم میبینیم که میادش و اضافه میشه و بعدش میبینیم که وی به پدر اون تزریق شد پس ممکنه همچین اتفاقی پیش اومده باشه یه تئوری دیگه ای هم که میتونیم داشته باشیم که سریال خیلی کم داره به سمت شرکت میکنه اینه که بجز بوچری که دیدیم به خودش وی موقت تزریق میکرد هیوی هم این کار انجام داد حالا به تعداد زیادی که بوچر زده بود نه ولی خب به هر حال اونم از این وی استفاده کرده بودش این امکان وجود داره که برای اون روند اتفاقات کنتر شکل بگیره اگه داریم میبینیم که بوچر داره توهم میزنه به خاطر اون مشکلی که توی مغزش داره به وجود میادش ممکنه که هیوی هم براش همچین اتفاقی پیش اومده باشه شاید مادری که داریم ازش میبینیم اونم یه توهمی باشه که توی ذهن هیویی وجود داره چون اونم دقیقا مثل بوچر احساس گناه داره از اینکه نتونست کنار پدرش باشه و ممکنی همچین اتفاقی رو ببینیم تو شاتای بعدی تریلر یه تصویر وجود داره که داره به ما سم و کیتو نشون میده دوتا کارکتری که توی سریال جنوی بودن ولی هنوز اینجا ندیدیمشون این تصویر داره بهمون نشون میده که اونا هم توی سریال بویز میان پای سرشون رو اگه نگاه کنید سیج و تکنایت هم میبینید که اونجا هم اصلا پس نشون میده که تکنایت هم قراره اینجا ببینیش و دیدن این کاراکتر عشق سوراخ میتونه توی سریال بویز جذاب باشه که احتمالا پیگیر یه پرونده بزرگم هستش که اومده اینجا حالا چهره تمام این شخصیت رو نگاه بکنی یه مقداری متعجبن همشون اینگار از یه چیزی شوکه شدن به نظر که اون و گروه حسابه یه نفر رو بدجور کشتن یا ممکن که هوملندر یه نفر رو کشته باشه یه شات دیگه که توی تریلر هست جایی که داره به ما یه نفر رو نشون میده که یه ماسکی روی صورت ایستاده و داره میکنه این رنگ زیری صورت سیاه رنگ حالت چشایی که داره خیلی شبیه به چشایی که ویکتوریا داره پوست روی هم که کشیده سفید ممکنه که یه نفر اومده باشه خودش جای ویکتوریا زده باشه حالا چون این کاراکتر سیای ممکنه که سیستر سیج باشه ممکنه که ماری از سریال جنوی باشه چون میدونیم قدرت های مشابه به ویکتوریا داره ممکن که اومده باشه اینطوری خودش رو جای ویکتوریا جا زده باشه و نفوذ کرده باشه اگه همچین اتفاقی بیفته نشون میده که بوچر رفته و بچههایی که زندانی شده بودن تو اتفاقات جنوی رو آزادشون کرده در مورد ویروس تا الان فقط صحبت شده که کسی سمتش حرکت نکرده ولی خب ما شاتای تریلری یا داری داریم که کاملا مشخصه که بوچرینه به سمت اون ویروس حرکت میکنن و میرن تا اون پیدا بکنن ازش استفاده بکنن اونجا داریم میبینیم که روی حیوانا اومدن آزمایش کردن بهشون ویو تزریق کردن و اونو قدرت پیدا کردن این مزرعه اتانا یه آزمایشگاه کوچیک تا ببینن که این ویروس رو چطوری میتونن ازش استفاده بکنن ویروسی که دست ویکتوریا بود پس این آزمایشگاه هم برای ویکتوریا باید باشه ما تو این شاته یه پا رو داریم میبینیم که یه کمربندم دورش بسته شده اینجا داره به اون یه نکته نشونه این کمربندی که اینجا داریم میبینیم. همون کمربندی که فرانشی به کمر خودش میبنده این پایی هم که اینجاست به نظر میرسه که پای زن باشه ممکنه که یکی از کاراکترهایی که داریم میبینیم درگیر این ویروس شده باشه و مجبور شدن که بخوان پای اونو شاید قطع بکنن این صحنه داره به اونجا اشاره میکنه شات بعدی که میتونه خیلی جذاب و مهم باشه جایی که داره به ما کمیکو و مادر میلکو نشون میده هیویو از طرف دیگه ای هم استارلایت اگه نگاه بکنی توی دست استارلایت و هیویی به نظر میرسه که قرار فرار بکنن از شهر برن بیرون اینجا ممکنه که به این مسیر بخوان حرکت بکنن که شاید انتهای فصل چهار رو دارن بهمون نشون میدن یعنی جایی که بوچرینا شاید شکست خورده باشن هوملندر قدرت گرفته باشه و ها مجبور باشن که فرار بکنن و برن و داره این اتفاق رو بهمون نشون میده حالا امیدوارم اتفاقی برای بوچر پیش نیاد و بوچر رو همچنان داشته باشیم و نمیره چون مردنش میتونه جذابیت سریال رو خیلی پایین بیاره یه اتفاق بزرگی که توی قسمت قبلی افتاد دیدن باربارا بود باربارا که دوران کودکی هوملندر کنار اون بود و حتی دوران بزرگسالی هم اونو به خوبی میشناختش اولین نکته ای که در موردش وجود داره اینه که هوملندر اونو نکش چرا نکشتش به خاطر اینکه باربارا از اون نمیترسید بهش هم گفت من ازت نمیترسم و این داره نشون میده که یکی از نقاط ضعفی که شاید هوملندر داره اینه که کسایی که ازش نمیترسن و نمیکشه و نمیخواد این کارو بیاد انجام بده یا اینکه باربارا یه ترسی رو توی وجود هوملندر میندازه به خاطر همین نمیاد اونو بکشتش ممکنه که یه اتفاقی بعدا پیش بیاد و اونم این باشه که بچه های بایز به سمت باربارا حرکت بکنن و باربارا نقطه ضعفی که میشه باهاش هوملنده رو داخلش برد و بلد باشه به با اونو کمک بکنه تا بتونن خیلی راحتتر داخلش بیارن درباره این نترس بودم یه نکته دیگه هم بهتون بگم بوچرم کسایی کسی که هوملندر نمیترسه اگه دقت بکنید توی تمام درگیری هم که تا الان با هم دیگه داشتن هم نرفته سراغش بخواد دخلشو بیاره و دیدیم حتی رفتن نشستن با هم دیگه صحبت هم کردن پس این داره نشون میده که شاید اصلا هوملندری که داریم میبینیم کسایی که ازش نمیترسن و یه طورایی تحسینم میکنه ما در مورد بوچه رو اینکه چه قدرتی و ممکنه به دست بیاره چه اتفاقی براش افتاده باشه با هم صحبت کردیم یه ویدیوی جدا داخل کانال براتون گذاشتم ولی یه راهی برای نجات پیدا کردنش هم وجود داره چون میدونه اون کرمی که حالا توی بدنش توی خونش داره حرکت میکنه ماری و از طرف دیگه ویکتوریا کسایی هستن که میتونن خون دستکاری بکنن میتونن اون کرم از بدنش بیرون بکشن شاید باعث نشه که حالش کاملا خوب بشه ولی میتونن به زمان بیشتری بدن تا زندگی بیشتری و داشته باش. این اتفاق ممکنه که جلوتر پیش بیاد اگه ماری به سریال اضافه بشه و نکته آخری که میخوام بهتون بگم در مورد هوملندره هوملندری که داریم میونیم شخصیت خیلی جذاب و دوست داشتنی داره بهمون نشون میده یکی از ویلنای دوست داشتنی که توی سریالا میتونستیم ببینیم و تا الان آنتونی اومده بازی کرده و این بازی واقعا فوق العاده است یعنی قسمت قبلی کاملا این موضوع رو بهمون نشون داد که اون اصلا لایق برنده شدن جایزه امیه و بعد این نکته بهتون بگم که وجود هوملندر بازی که آنتونی داره انجام میده همیشه تو هر سکانسی که اون وارد میشه بدون شک این فکر تو ذهنتون میادش که الان میخواد بزنه یه نفر رو در میکنه و اون حالت کاریزماتیکی که از خودش داره به نشون میده واقعا جذاب در مورد شخصیت ها و ویلن های مختلفی که تا الان دیدیم یه همچین چیزی دیده نشده و این بازی خوبیه که آنتونی اومده انجام داده و شخصیت هوملندر رو واقعا زنده کرده تش یعنی این کارکتری که داریم می‌بینیم حتی از اون کارکتری که داخل کومیکم بود جذابتر شده و این خیلی اتفاق خوبیه که برای این سریال داره پیش میادش و از این نکته هم نباید بگذاریم که بازی فوق العاده هم اون طرف کار داره انجام میده و کاراکتر بوچری که داریم میبینیم تونستن با هوملندر حسابی مکمل همدیگه باشن و جذابیت ماجرا رو بالا ببرن یعنی این دوتا رو اگه از سریال یکیشون هم حذف بکنیم یه جای کار میلنگ و دیگه اون جذابیت قدیم خودشو نداره و داره نشون میده که این دوتا با همدیگه سریال سر و پا نگه داشتن و وجود هر دوتاشون لازم امیدوارم که تا انتهای فصل پنجم هم هر دوتاشون باشن چون کنار همدیگه و این مکمل شدهشون با همدیگه داره تصویر فوقالعاده ای و بهمون نشون میده یعنی داریم با اتفاقات جذابی روبرو میشیم که با اون حالت انتقادی شدیدی هم که داره میتونه حسابی هم ما رو سرگرم کنه هم ما رو به این سمتی ببره که با یه ویلن و با یه شخصیت خاکستری که همه دوستش دارن یعنی بوچر داریم روبرو رو میشیم که ارزش این سریال رو چندین برابر میکنه در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی اگه نظر تئوری توی زنت هست حتما داخل کامنت رو برام بنویس لایک و سو زنگولم که یاد نره فعال بکنی اینطوری میتونی محتوای جدید دسترسی پیدا بکنی و بیای توی کانال و ویدیو جدید و تماشا بکنی این ویدیو رو هم برای اینجا که بررسی تریلر قسمت سوم سریال خاندان اجدام است که میتونی بری ویدیو رو هم تماشا کنی و خب دیگه حرفی هم نیمونو تا ویدیو بعد بدرود